قصص الأوائل عبرة وبيان وبهديه وبنوره نطق الزمان ما با نزول این قرآن از سوی خیش بهترین داستانها را که پیشتر از آنها آگاهی نداشتی برایت بازگو می کنیم قصه های قرآنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و و سلام والسلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه برخی از قصه های قرآنی بسیار بسیار مختصر و در واقع چکیده اون مفهوم و معنایی که قرآن کریم میخواد به ما برسونه است برخی نیاز هست که قرآن با تفسیر بیشتری در جاهای بیشتری اون رو ذکر کنه قصه یوسف علیه السلام نیاز هست که با تفسیر زیادش در یک سوره باشه و همه معانی در اونجا تجلی کنه قصه ی حضرت موسی علیه السلام نیاز هست که به شیوه های مختلف در جاهای مختلف از قرآن کریم حسب نیاز سیاق قرآنی در اونجا بیاد و اون مفاهیم چه مفاهیم عقیدتی، اخلاقی، ایمانی، تربیتی هر چه که هست همه در جای خودش به شکل بسیار خوبی و زیبایی توضیف بشه قصه ای که امروز باش هستیم قصه قصه عجیبی است در سوره اعراف قصه ای که در اون شخصیت های این قصه اصلا بهشون اشاره نمیشه چون که ارزش ندارند که اسمی از اونها برده بشیم قصه بلعم هست این نام بلعم را رو هم برخی از مفسران در برخی از روایات که از غالبا از بنی اسرائیلی هاست مثل تفسیر قرطبی اینها ذکر کردند که اسمش بود بلعم یک شخصیتی از مؤمنانی که به حضرت موسی علیه السلام ایمان آوردند و حضرت موسی علیه السلام ایشون رو به عنوان پیک خودشون فرستاد پیش پادشاه مدین که اون رو دعوت بده به دین مبین اسلام این طرف رفت پیش پادشاه پادشاه هم وقتی که احساس خطر کرد از دعوت توحید که این بازار اون رو كساد خواهد کرد و جاه و منزلت و عرش شاهی اون رو زیر سوال خواهد برد و این ادعاهای خدایی و خودخواهی و تکبر و اون رو زیر سوال خواهد برد سعی کرد این پی که حضرت موسی علیه السلام رو گمراهش کنه و به اون رشوت ها داد با مال اون رو خرید و بلانباور هم خودش رو فروخت زرق و برق دنیا چشمش رو گرفت ایمانش کمسو شد و همراه با پادشاه به ساز اون رقصیدن گرفت و پادشاه هم از اون استفاده ابزاری کرد در گمراه کردن بسیاری از مردمان و این رو قرآن کریم در سوره اعراف تنها در دو آیه به این قضیه اشاره میکنه در آیه 175 سوره اعراف ما میبینیم که خداوند منان میفرمایند و علیهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها اي محمد صلى الله عليه وسلم بخوان بر اینها بر مشرکان مکه بر اون مخاطبانی که قرآن برای اونها اومد و بر ما و بر بشریت تا به روز قیامت بخون و اونها را اطلاع بده از چی نبع الذي آتيناه آياتنا قصه اون کسی که ما آیات خودمون رو قرآنمون رو یا توراتمون رو صدای آسمان و کلام خدا رو به اون رسوندیم و اون بهش ایمان آورد بعد از اون چیکار کرد فنسلخ من مثل ماری که پوستش رو میندازه دور مثل کسی که از پوستش به پوستش رو عوض میکنه رنگ عوض میکنه این هم اومد پوستش رو انداخت پوست ایمانش رو انداخت دور و شد از جمله کافران و شد از جمله افرادی که دینشون رو آخرتشون رو به پشیزی از دنیا فروختن بعد این شخص وقتی که چون این کاری میکنه در واقع اون دنبال شیطان نمیره در واقع اون اصلا از شیطنت هم یک دست و پایی یک سر و گردنی جلو میزنه طوری که شیطان در پی اون میشه ببینید تصویر قرآنی رو که قرآن کریم میفرمایند فاتبعه الشیطان و فکان من الغاوین شیطان در پی اون رفت و اون شد از گمراهان از شیطنت بر شیطان استادی گرفت و رفت در پی به صلاح گمراهی و وسوسه شیطان زرق و برق دنیا چشاش رو کور کرد و اون دینش رو رها کرد و در پی اون پادشاه و هوا و هوس اون پادشاه به راه افتاد قرآن کریم در ادامه این ماجرا میفرمایند ولو شئنا لرفعناه بها اگر ما میخواستیم اون رو جایگاه میدادیم اون رو به سلام مکانت میدادیم به خاطر اون ایمانی که داشت اگر بر اون ثابت قدم می یا ما اون رو قبل از این که گمراه بشه اون رو از این دنیا اگر می بردیم و اون میمرد خب بر ایمان بود و جزو صالحان و نیکان بود اما چه که نه ولکنه اخلد الى الارض اما اون بیچاره خودش رو چسبون به زمین اون بیچاره به جای اینکه عروج کنه به سوی ملکوت اعلا و عروج کنه به سوی بهشت های برین و چشمش بهشت رو ببینه اومد خودش رو انداخت رو زمین و چسبید به زمین و از جمله افرادی شد که این زرق و برق دنیا رو به سرا شروع کردن به پرستیدن و شدن از بندگان دنیا اینهایی که دنیا رو پرستش میکنن اخلد الى الارض و تبع هوا خودش رو چسبون به زمین و از این ما به سر زرق و برق زمین و دنیا اون رو کور کرد و در پی هوا و هوس و خواسته هاش شد اون چیزی که اون رو حرکت میداد خواسته هاش بود و هوا و هوسش الان این شخصی که چنین به خودش ظلم کرده ببینیم که قرآن کریم اون رو به چه صورتی تصویر میکشه یک ضرب المثلی که قرآن در این باب ذکر میکنه یک مثالی که از اون ذکر میکنه و اون رو به اونش تشبیه میده در واقع خیلی جای فکر و اندیشه داره که نه این تنها برای اون بلکه برای هر کسی است که علم و دانش و اندیشه ای رو به دست بیاره بعد از اون اون رو زیر پا بگذاره و در پی هوا و هوس و در پی زرق و برق دنیا یا در پی به صلاح ترغیب و اون تشویق و رشوه و مال و منالی که از شاهی و پادشاهی و سروری میگیره خودش رو زایع میکنه مثل اونها مثال اونها چیه خدای ما قرآن کریم در این آیه 176 سوره اعراف میفرمایند فمثله کمثل الکلب مثال اون اون عینه یک سگ هست اون عینه یک سگ هست مثالش مثال یک سگ هست چرا فمثله مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث اگر سگ رو خستش کردی اذیتش کردی دووندیش دهن زبانش رو در میاره هس هس میزنه و یلحس میکنه اما اگر از اذیتش هم نکنی ندوونیش همینطور راحت هم باشه باز هم زبان سگ بیرونه و هس هس میزنه این افراد اگر اینها رو شما بیایید دعوت بدید ارشادشون کنید نصیحتشون کنید با علم و با منطق و با دانش با اینا حرف بزنید باز هم دهنشون مثل سگ بیرونه گمراهن هیچ براشون فایده نداره اگر هم دعوتشون نکنی و هیچ بهشون احتمام ندی و باها ندی باز هم گمراهن باز هم دهن زبانشون مثل زبان سگ بیرونه و هیچ براشون به صلاح فایده نداره نه دعوت توحید اونها رو تغییر خواهد داد نه عدم دعوت مثل سگ که اگر اون رو اذیت کردی و دووندی و خستش کردی باز دهن زبانش بیرونه و هست هست میزنه اگر هم رهاش کردی به خواد خودش باز هم وضعیتش همینه فمثله که مثل الكلبی این تحمل عليه یلحث او تترکو یلحث ذلك مثل القوم الذین كذبوا بی این مثال اون ملت است و اون افرادی است که تکذیب میکنند آیات خداوند متعال رو دین خدا رو و این مثال رو خداوند متعال برای پیامبرش این قصه رو چنین تعریف کرد قصه بسیار بسیار مختصر و در عین حال و در برگیرنده مفاهیم بسیار بسیار والا و زیادی فقصص القصص لعلهم یتفکرون ای پیام بر من این گونه قصه ها رو بیان بدار شاید که این ملت هایی که این حرف رو میشنون این قصه رو میشنوند این مقداری به خودشون بیندیشند این مؤمنانی که زرق و برق دنیا یا مال و منال یا جاه و مناسب اونها رو گمراه میکنه دینشون رو رها میکنن قرآنشون رو رها میکنن برای پشیزی از دنیا که این دنیایی که پیش خداوند متعال هیچ ارزشی نداره اگر این دنیا نزد پروردگار منان به اندازه بال مگسی ارزش میداشت خداوند هرگز اجازه نمیداد که یک کافری از این دنیا یک قطر آب بخوره اما این دنیا برای خدا هیچ ارزشی نداره دنیایی است که ما در مسیر اون یک مسافری هستیم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل در دنیا چنان زندگی کن گویا که تو مسافری و از اینجا میری غریبه ای هیچ اینجا رو باش انسی نگیر و خودت رو با این خاک نچسبون و چشمت باشه به طرف آخرت این قصه بلعنباور میخواد به ما این مفاهیم رو و درس های دیگر رو به ما قصص عبرات و, و این دعایه قرآن کریم که این قصه رو چنین فشرده و چنین خلاصه برای ما بیان می‌داره در برگیرنده بسیاری از مفاهیم و درس‌ها و اندرزهاست. هاست که به برخی از اونها به صورت گذرا اشاره می کنیم در این آیات ما تهدیدی بسیار واضح و روشن رو می بینیم برای علمایی که به علمشون عمل نمی کنن. افرادی که خداوند بر اونها منت نهاده و اونها رو علم و دانش ارزانی داشته اونا باید بیاند از این دل علمشون به عنوان یک ای برای بالا رفتن در بهشت برین استفاده کنند میاند و این علم رو زیر پا میگذارن و جهالت و حماقت و هوا و حوثشون رو پیروی میکنن دنیا پرست میشن و آخرت رو که اون مسیر نهایی زندگی بشر هست هدف ایک انسان هست برای رسیدن به رضایت الهی اون از یادشون میره و یا پشت سر میگذارند اونها رو در این آیات خداوند متعال به سگی تشبیه داد که زبانش رو در آورده و هس هس میزنه و چه به اون رو هدایتش کنی چه نصیحتش کنی چه توصیهش کنی و چه به حال خودش رها کنی در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که در روز قیامت مردم دیدند یک بند خدایی در آتیش جهنم داره دور یک آسیابی چون یک اولاغی یون یعنی یک خری میچرخه و روده هاش ریخته بیرون و در عذاب بسیار دردناکی هست پرسیدند که آهای مگه تو فلانی نیستی فلانی که ما را به کار خوب دعوت میداد از کار بد و از زشتی ها باز میداشت گفت بله گفت پس چی شده که تو رو اینجا اومدی و اون هم گفت که بله من این بود که شما رو به کار خوب دعوت می دادم اما خودم اون کار رو نمی کردم شما رو از بدی ها و زشتی ها باز می داشتم و خودم مرتکب اون جنایت ها و اون زشتی ها و بدی ها می شدم و این هم نتیجه انسانی که علمش رو بذاره و یک تهدیدی است بسیار شدید برای مؤمن مؤمن باید بسیار بسیار محتاطانه پیش بره بسیار بسیار دقیق باشه در برنامه ریزی زندگیش تا نشاید روزی این دنیای فانی اون رو از دار جاویدان محروم کنه نقطه دیگه این که در این آیات ما به وضوح میبینیم که نصیحتی است و پندی است برای مؤمن که هرگز مغرور نشه به علمش و به دانشش بلان باور با برای خودش یک عالم بود و یک دانشمند بود در دین به دریجه رسیده بود که حضرت موسی علیه السلام به اون اعتماد کرد و اون رو برای دعوت پادشاه مدین فرستاد اما رفت و گمراه شد انسان نمیدونه که در چه حالتی چشم از دنیا فرو خواهد بست و همیشه هم انما الاعمال بالخواتیم نهایت کار سرانجام کار مهمه در طول مسیر زندگی چه انسان ویراژهای دعوتی بده و چه خودش رو مطرح کنه و چه به انسان خوبی باشه اما در آخر اگر خدای نخواسته بر کفر و گمراهی و زلالت از دنیا بره اون هیچ ارزشی نداره و به سرا شده است به خصوص افرادی که خداوند به اونها توفیق میده و در مسیر دعوت گام میگذارن اونهایی که در مسیر دعوت هستند بر منبرها میرن این و در رسانه ها ظاهر میشن خب زود نام و نشانشون بر سر زبون ها میفته و خیلی وقت که شیطان میاد اونها رو گول میزنه یک غرور دروغینی در اونها درست میشه یک خودنمایی بیجایی اونها رو زایه میکنه یک غرور و منتی پیدا میکنن که ما ملت رو هدایت میکنیم اگر ما نمی بودیم اگر شونین و مننت میذارن حتی بر خدایشون که دارن به دین خدا خدمت میکنن انگار که دین خدا به من و اون نیازی داره این دین دین بینیازی هست و این از حماقت این افراد هست که گمان میکنن دین به اونها نیاز داره یا اونها بر دین منتی دارند یا فضلی دارند اون حتی افرادی که می اومدن و به پیامبر اسلام اکرم صلی الله علیه وسلم می گفتن که ما دیگه مثل دیگران نیستیم ما ایمان آوردیم بدون اینکه ما رو مجبور کنید یا بدون اینکه با ما درافتید و با خودمون از منون علیک ان اسلمو خداوند اونها رو سرزنش میکنه چی منت میذارن بر تو ای محمد ما ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ایمان آوردن بهشون بگو لا منون علیه به اونا بگو که اصلا به من منت نذارید ایمان آوردید آوردید نمیارید نه آوردید همون که خداوند بهشت رو خلق کرده همونطور طور جهنمی رو آفریده خداوند ما رو مجبور نکرد اختیار رو در ما احترام گذاشت و همیشه باید از سوی خاتمه ترسید و هرگز هرگز گمان نکنیم که این نام و نشان یا این مسیر به دعوت ما رو از خطراتی که در مسیر هست نجات میده افرادی که هنوز بسیار جوجه بچه های دعوت هستند دو, دو, روزیه که در مسیر اومدن همچنین باد میکنن که انگار که دنیا رو فتح کردن انگار که بشریت نیاز به اونها داره انگار که دیگه در پوستین نبوت خزیدن و میبینیم که حمله میکنن به این این رو زیر سوال میبرند اون رو زیر سوال میبرن طرفی که سالیان سال در مسیر دعوت تاریخی بس بزرگ داره خداوند به دست اون انسانهایی رو هدایت کرده شاید لغزشی در هر انسانی لغزش داره در کسی ازش در به اشتباهی صورت میگیره مگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که معصوم بودند از جانب خدا بعد از اون صحابه اشتباه میکردند صالحان اشتباه میکردند همه مردم تا به امروز اشتباه میکنن و هر کسی در مسیر دعوت گام بگذاره هر کسی کار بکنه اشتباه میکنه درست میکنه سرش به سنگ میخوره راه رو تجربه کسب میکنه همه اینها هست اما می بینیم همین جوونکی بلند میشه و همه دعوت رو همه دعات رو همه علما رو زیر سوال میبره و که فلونی چنین اشتباهی ازش صورت گرفت انگار که منکر و نکیر مردم ما هستیم یک تلنگری به خود بزن تو کی هستی؟ این دعوت خدا به من و تو چه نیازی داره بیچاره پس نباید خودمون رو زایه کنیم برکه به فکر این باشیم اگه قرار منکر و نکیر باشیم بر خودمون فرق بین انتقاد کردن و اهانت کردن انتقاد کسی رو میکنیم باید قبل از انتقاد تاریخ دعوت اون رو تاریخی که اون سپری کرده رو مرور کنیم خوبی رو بیان کنیم بعد از اون بگیم که هر انسانی اشتباه میکنه و لغزش میکنه و یه لغزش هایی از افرادی صورت گرفته پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که اسلام می‌فرمودند انتقاد می‌فرمودند چیز اشتباهی صورت می می‌فرمودند ما بالو و اقوام یقولون کذا و یفعلون کذا چه شده برخیا که این حرف اینجوری میگن یا این کار میکنن بدون اینکه ذکری از نام اونها ببره باید از آینده خود ترسید این بلانباور باور بود که چنین خاتمه اش خاتمه سوئی بود و به کفر و زلالت رسید نقطه سوم ترس داشتن از اینکه در فتنه مال و دنیا انسان غرق بشه فتنه مال فتنه جاه فتنه نزدیکی به پادشاه و به سرور و به رهبر و به مسئولین این فتنه ای است که خیلی وقتا مؤمن رو به خطر میندازه و مؤمن در باطلاق اون غرق میشه شیطان خیلی وقت است که انسان رو گول میزنه که بله من به خاطر مصلحت دعوت به خاطر مسلحت جامعه به خاطر خدمت به مستمندان میخوام که به پادشاه نزدیک بشم وقتی که پادشاه اورنگزیب برای پدر شا الله دهلوی عبدالرحیم نوشت که همه علما به دربار ما میاند و آدم صالحی هم بود و شما چرا پیش ما نمیایید وقتی پیکش اومد گفت که والله این پادشاه رو بهش بگو من به تو نیازی ندارم که پیش تو بیام خیش من هم نیستی که بیام به زیارتت و رحمت رو به جا بیارم اون غلام تعجب کرد پیکی که اومده بود گفت که امکان نداره من این حرف رو به پادشاه بزنم و اون قبول کنه که کسی همچین حرفی رو زده همین رو برای من بنویس اون هم نوشت که بئس الفقیر و علی باب الامیر خیلی بدبخت اون فقیری که بره دم در امیر دستش رو دراز کنه من این کار رو نخواهم کرد کسی که نامش رو در لیست دوستان شاه و پادشاه و رهبر و رئیس و مسئول بنویسند اون رو نامش رو از لیست دوستان پروردگار یکتا حسب می کنند وقتی که این نامه به اورنگزیب رسید اون رو خون و گریه کرد و بوسید و در جیبش گذاشت چونین بودند صالحان باید خیلی خیلی ترسید که نباید نشه این وسوسه شیطان انسان مؤمن رو گول بزنه و نقطه چهارم اینی که شان خالی کردن کلی از جز و یا جزئی از آیات الله خیلی وقت است که فرد پوست عوض میکنه رنگ عوض میکنه مؤمنی بود یک هم میبینی که همه قرآن رو گذاشت کنار و شد انسان فاسقی و فاجری یا برخی از آیات قرآن برخی از تعالیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و فرامین ایشون رو میزنه کنار و یک جزی از دین رو از زندگیش حذف میکنه یا با حذف کلی دین از کافران و مشرکان و ظالمان میشه یا با حذف برخی از مفاهیم و آموزه های دینی و دستورات پیامبر و قرآن از جمله گناهان میشه به خصوص اون دعوتگر و مؤمنی که شعار امر به معروف و نهی از منکر رو برداشته و میخواد به این شیوه پیامبرانه زندگی کنه و دعوت توحید رو به عالمیان برسونه اون در واقع سلاح به دست گرفته و با شیطان در نبرد افتاده شیطان و پروژه های شیطانی اون رو زیر سوال برده و با اونها مقابله میکنه خب شیطان هم دست خالی نیست شیطان هم آرام نخواهد نشست و مؤمنی که در مسیر دعوت هست بیشتر در معرض خطر حمله های شیطانی است پس باید بیشتر و بیشتر دقت کنیم و از بلعم باور با و سرانجام بد اون و عاقبت بدش و شقاوت و بدبختی که نصیب شد درس بگیریم و مواظب باشیم نکنه که شیطان رجیم شیطانی که از رحمت الهی مطرود شده رانده شده بتونه ما رو هم با خودش به جهنم ببره العیاظ بالله قصص ال و و مقا <applause> الزمان